با بهترین درودها بر شما همیهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان 20 دقیقه با برنامه صفحه یک در قیاب روزنامه های امروز جمعه 24 مهرماه ایرانی است که جستداری خواهیم داشت بر آخرین و تازه ترین اخبار و گزارش های منتشره در عرصه رسانه های سایبری نخواست مروری بر چند عنوان برگزیده گمانه ها و خبرهایی از گسیل سربازان سپاه ایران به سوریه با تکذیب های مسئولین رسمی ایرانی و تایید های تصاویر جهانی فاز تازه شفاف سازی ها در عرصه برنامه هسته ایران بحران های زیست محیطی مستمر در جمهوری اسلامی ایران هواشی های شهری با آغاز ماه محرم شیعیان توافق تازه میان کشور ترکیه با اتحادیه اروپا برای کنترل و مهار سیل مهاجران اعزامی از ترکیه به اروپا و موج جدیدی از خبرها حول دکلهای نفتی در اظهارات مسئولین اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 24 ماه مهر ایرانی برابر با 16 ماه اکتبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینه که را پی میگیریم با کوتاه خبرهایی برگزیده از ایران منطقه و جهان سوریه و نقش جمهوری اسلامی در ادامه بحرانها در این کشور جنگ زده کماکان در صدر رسانه ها دیده می شود. صدها نیروی نظامی جمهوری اسلامی برای همراهی با ارتش بشار اسد در مقابل نیروهای مخالف در جنگ داخلی سوریه وارد خاک این کشور شده اند در این راستا همانگونه که پیشتر نیز در برنامه خبری آن سوی خبر دیشب مطلع شدید یک مقام آمریکایی به واشنگتن پست اشاره کرده بود که نیروهای سپاه قدس نیروهای حزب الله لبنان و ارتش بشار اسد قرار است در یک عملیات نظامی زمینی شهر حلب را در حالی بازپس بگیرند که حملات هوایی روسیه ادامه دارد همچنین یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود که انتظار میرود عملیات نظامی بازپسگیری حلب به زودی آغاز شود البته تا الان بر سر تعداد نیروهای متخصص نظامی که از ایران به سوریه در چند روز گذشته فرستاده شده اند اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد در این میان روزنامه گاردیان از قول دیپلومات ها و تحلیلگران عرب نوشت که تعداد نیروهای تازه نفس فرستاده شده به سوریه از سوی ایران حدود دو هزار نفر است. این تحلیلگران میگویند که ایران در حال حاضر صدها نفر از نیروهای خود را به مناطق شمالی و مرکزی سوریه فرستاده است تا در کنار نیروهای حزب الله و دیگر شبه نظامیان شیعه در یک عملیات نظامی بزرگ علیه مخالفان بشار اسد فعال شود. همه این حدس ها و گمانه ها و خبرها حول موضوع سوریه در حالی است که در تازه ترین اظهار موضع مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی علاءالدین بروجردی گفت اگر سوریه نیرو درخواست کند آن را بررسی می کنیم. دیروز پنجشنبه 23 ماه مهر ایرانی علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران که در دمشق به سر میبرد در جواب سوالی در خصوص حضور نیروهای ایرانی در سوریه گفت نمیدانیم چه نیازی به این کار است زیرا دهها هزار جوان سوری برای مبارزه آموزش دیده و برای دفاع از وطن خود سلاح به دست گرفتند به گزارش خبرگزاری فارس خبرگزاری نزدیک به نیروهای سپاه جمهوری اسلامی ایران بروجردی در عین حال گفت اگر این موضوع به درخواست سوریه باشد آن را بررسی کرده و تصمیم خواهیم گرفت او و هیئت همراهش روز پنجشنبه با بشار اسد دیدار کردند بروجردی پیشتر نیز با رئیس مجلس و وزیر خارجه سوریه ملاقات کرده بود علاءالدین بروجردی در نشست رسانه ای خود گفت که ایران تا کنون به سوریه و عراق تنها کمک های تسلیحاتی و مستشاری کرده است که همه این خبرها از سوی منابع موثق با ارائه مستندات و مصادیق مسرح رد شده است از سوریه گذاری به ترکیه خواهیم داشت با آخرین رویدادها از تحولات و کشمکش ها حول مهاجرین و پناهجویان در این کشور و اتحادیه اروپا دولت‌های اروپایی روز پنجشنبه دیروز توافقی را امضا کرده اند که گویا موج ورود مهاجران به اروپا را آرام و سبکتر خواهد کرد و البته ترکیه را نیز یک گام به پیوستن به اروپا نزدیک تر می کند نزدیک 600 هزار پناهجو طی سال جاری خود را اغلب از طریق ترکیه و یونان به اتحادیه اروپا رساندند ترکیه برای کند کردن روند ورود مهاجران از دولتهای اروپایی خواستار برخی تسهیلات شده است دونالد تاسک رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل در مورد این توافق محتاطانه ابراز خوشبینی کرد رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردهاند که ویزای شنگن را زودتر از موعد مقرر قبلی در اختیار آن دست از شهروندان ترکیه بگذارند که خواهان سفر به اتحادیه اروپا هستند و در عین حال مذاکرات با ترکیه را نیز برای پیوستن به اروپا از سر بگیرند دولت ترکیه همچنین خواستار دریافت 3 میلیارد یورو معادل 3 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک مالی شده است که گویا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت با بررسی آن موافقند در سوی دیگر ماجرا ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفته است که مذاکره با مقامات ترکیه در مورد پرداخت این مبلغ در روزهای آینده ادامه خواهد یافت این در حالی است که بر اساس تازه ترین گزارش های منتشره بانک جهانی قصد دارد که یک بسته کمک مالی در اختیار کشورهای همسایه سوریه که میزبان پناهنده های این کشور هستند قرار دهد مقام های این بانک میگویند بار مالی قابل توجهی به کشورهای لبنان و اردن تحمیل شده است و آنها در تلاشند حمایت مالی کشورهای ثروتمند و کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای کمک به لبنان و اردن جلب کنند آنها میگویند این ایده با استقبال مشارکت کنندگان روبرو شده است یکی از طرحهای مورد بحث اعطای وام به اردن و لبنان است به شرطی که دست کم بهره این وام ها توسط حامیان مالی پرداخت شود میلیون ها پناهنده به کشورهای همسایه سوریه گریختند بیشترین تعداد همون گونه که مستحضرید به ترکیه پناه بردند اما کشورهایی مثل لبنان و اردن که اقتصاد کوچکی دارند نیز به خاطر حضور این پناهجویان با فشار مالی شدیدی روبرو شدند ادامه می دهیم خبرهای برگزیده امشب را در برنامه صفحه یک در این راستا خبر کوتاه از مرگ پناهجوی دیگر در مرز اروپا با که مستقیم پلیس مرزی خبرساز شده است بر اساس گزارش های منتشر این بار یک پناهجوی افغان جان باخت خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دیروز پنجشنبه یک مرد افغان در تلاش برای گذر از مرز ترکیه و ورود به بلغارستان با شلیک گلوله کشته شده است خبرگزاری فرانسه از قول وزیر کشور بلغارستان نوشت که این مرد یکی از اعضای گروه بزرگی از پناهجویان بوده که قصد ورود به بلغارستان را دا داشتند موسیقی موسیقی کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با برگزیده هایی از تازه های ایران منطقه و جهان این بار فرانسه به مشکفگنی های جمهوری اسلامی اعتراض کرد و آن را ناقض تعهدات سازمان ملل خواند. رومیان نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت این اقدام ایران پیامی نگران کننده را به جهانیان می دهد. به گفته ایشان آزمایش روز 11 اکتبر که برابر با 19 ماه مهر بود نقض آشکار قطنامه 1929 است پیشتر نیز کاخ سفید اعلام کرد که آزمایش اخیر یک موشک دوربرد بالستیک هدایت شوند توسط ایران احتمالا ناقض قطنامه های سازمان ملل متحد بوده است با این حال مقام های آمریکایی تاکید کردند که این آزمایش تأثیری بر توافق اخیر هسته ای نخواهد داشت به دنبال این آزمایش موشکی مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت به نظر می رسد که این آزمایش ناقض قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت باشد و ما مسلما آن را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می کنیم چنان که بعد از آزمایش های قبلی نیز چنین کرده ایم. ادامه خبرهای منطقه ای با اظهار موازه مسئولینی فرا منطقه ای. پس از مداخله همه جانبه روسیه در سوریه این بار فرانسه اعلام کرد که با حمایت پوتین هم اسد نجات نمیابد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه 15 اکتبر طی مصاحبه در بروکسل گفت که دخالت نظامی روس ها در سوریه نمیتواند بشار اسد را نجات دهد هلند که در کنفرانسی خبری پس از پایان اجلاس سران اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مهاجرین در بروکسل سخنرانی میکرد گفت مداخله روسیه ممکن است که عمر رژیم سوریه را برای مدتی تثبیت کند اما نمیتواند بشار اسد را نجات دهد این مقام عالی رتبه فرانسوی افزود باید در اسرع وقت روند انتقال سیاسی قدرت در سوریه صورت بگیرد در همین حال اتحادیه اروپا نیز بار دیگر خواستار انتقال قدرت سیاسی در سوریه بدون بشار اسد شد سران اتحادیه اروپا در این اجلاس تأکید کردند برای تحقق روند انتقال قدرت در سوریه با کشورهای منطقه از جمله پادشاهی سعودی، ترکیه و ایران گفتگو خواهند کرد تا در چارچوب کنفرانس ژنو یک به یک راه حل سیاسی مسالمت جویانه برای سوریه دست یابند. طبق این گزارش دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیش از کنفرانس طی جلسه مشترک بر اهمیت نقش ایالات متحده ای آمریکا پادشاهی سعودی و ترکیه در پشتیبانی از راه حل سیاسی در سوریه و نیز نقش روسیه و ایران برای اعمال فشار و رژیم اسد برای قبول راه حل سیاسی تأکید کردند. خبرها را با تازه های از اخبار هسته پی میگیریم با تازه ترین وعده ها از لغو احتمالی تحریم ها از سوی رئیس این سازمان در ایران علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که اتحادیه اروپا دوشنبه هفته ی آینده لغو تحریم های ایران را اعلام خواهد کرد و ایالات متحده نیز بخشی از تحریم ها را لغو و بخشی را تعلیق می کند اظهارات آقای صالحی دیروز پنجشنبه شنبه 23 ماه مهر در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا باستاب یافته است که همچنین عنوان می کند که گروهی از مذاکره کنندگان ایرانی از جمله عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با اجرای توافق هسته‌ای ایران آزم وین هستند به گفته این مقام ارشد دولت ایران اگر همه موارد طبق روال پیش برود به احتمال قوی روز دوشنبه روز تصویب برجام است و طرفین به صورت رسمی پذیرش برجام را اعلام می کنند. گونه که بیشین شما بینندگان عزیز مستحذرید مجلس ایران روز سهشنبه طرح اجرای توافق هسته‌ای یا همان برجام را با 161 رأی موافق در برابر 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رساند که شورای نگهبان نیز آن را بدون هیچ تغییری بلا فاصله تایید کرد صفحه یک را کلیک می کنیم و ورق می با سایر مطالب و موضوعات برگزیده امشب از ایران تسخیر عرصه های سایبری و اینترنتی در ایران توسط وابستگان حکومتی این بار پس از ارتش سایبری قضات و دادگاه ها گویی به پهنه های اینترنت ایران ملحق می شوند. در واقع ورود قوه قضائیه به فضای چت که در گام آغازین 2600 قاضی آنلاین شدند. معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ورود قضات به فضای مجازی و چت آنلاین با استفاده از شبکه اجتماعی موسوم به سنا خبر داد. حمید شهریاری به خبرگزاری مهر گفت چشماندازی که برای این سایت دیده می‌شود، ایجاد یک شبکه اجتماعی با امکانات صفحات شخصی گفتگوی برخط یا همان چت و تالارهای گفتگو برای قضات به همراه ارائه منابع مصوم به علمی و ابزارهای مفید و مورد نیاز است ایشان افزود که در این طرح پیش بینی شده که هر کدام از قضات دارای صفحه اختصاصی در انجمن بوده و اطلاعات شخصی تعلیفات، مقالات، سخنرانی ها، متون تدریسی، نکات حقوقی و قضایی توسط خود قاضی اضافه و دیگر قضات هم میتوانند به آنها دسترسی داشته و از آنها استفاده کنند این مقام انفرماتی که عرصه قضایی اعلام کرد که از آغاز فعالیت شبکه اجتماعی قوه قضایی در شهریور سال 93 تا کنون از 2606 قاضی دوازده استان در شبکه اجتماعی ثبت نام شده و سایر استان‌ها ها هم در دست انجام است. خبرهای کوتاه از استان ها و مناطق ایران پی می‌گیرم با تازه ترین رویدادها از هواشی ماه محرم در پی هشدارهای چند سال اخیر در خصوص مراسم قمزنی از سوی دستگاه های امنیتی شهرستان آباده در استان فارس خبر رسیده که با متخلفان مصوم به غمزنی برخورد قضایی می شود محمد مهدی جمالی دادستان شهر آباده در گفتگوی با تارنمای استانی آباده نما از صدور تدریجی حکم تبعید پنجاه نفر از عوامل اصلی قمزنی در شهر بهمن خبر داد و گفت حبس تعلیقی تبعید 20 روزه ی ایام محرم به پارساباد اردبیل و شلاق احکامی هستند که در دادگاه آباد صادر شده و با تایید در دادگاه تجدید نظر به صورت تدریجی برای این افراد ادامه دارد و هیچ کنه اغمازی صورت نمیگیرد. ایشان با بیان اینکه این برخورد قضایی بعد از سه سال تذکر و برخورد های ملاحظه ای انجام می شود اشاره کرد هدف ما این است که مردم متنبه و آگاه باشند که این مراسم قمزنی چقدر باعث وحن چهره تشیع در کشورهای دیگر شده است و صدور احکام مجازات صرفا با هدف و جلوگیری از بیقانونی صورت می گیرد. جمالی این پنجاه نفر را از عوامل اصلی قمزنی دانست و با بیان اینکه اشراف کامل اطلاعاتی بر سایر افرادی که اقدام به قمزنی زنی می کنند نیز وجود دارد گفت هویت 90 درصد از قمه زنان برای ما شناخته و شناسنامه دار شده اند که در صورت تخلف طی مدت کوتاهی با آنها برخورد خواهد شد ایشان در خصوص حبس تعلیقی این پنجاه نفر قمزن شیعه ماه محرم ایرانی گفت محکومین طی پنج سال آینده هر گونه جرمی مرتکب شوند بلافاصله برای طی دوران محکومیت به زندان معرفی می شوند. دادستان آباده نسبت به راه اندازی مراسم قمزنی در شهری به نام بهمن هشدار جدی داد و با بیان اینکه مجازات متخلفان به مراتب شدیدتر از سال گذشته خواهد بود گفت هر شخصی اقدام به قم زنی در ملای عام کند دستگیر و بلافاصله به یک سال حبس محکوم و سایر احکام نیز متعاقبا صادر خواهد شد و اما در دقایق پایانی به در وقت باقی مانده و ماجراهای های نفتی و داستان بابک زنجانی با انتشار تازه ترین نامه اش از زندان گزارش باشگاه خبرنگاران با اشاره به اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت که نخستین بار اعلام کرد زنجانی بیش از دو میلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است بخش های از تازه ترین مدعیات این بسیجی اقتصادی را نشت داد بر اساس این گزارش زنجانی پیش از آن گفته بود که از سال 2010 با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از 60 شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون ها بشک نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار 5 میلیارد دلار درآمد داشته است. بر اساس بخش های از این نامه بابک زنجانی از فرایند میلیاردی شدنش چنین گفت که من در سال 80 60 شرکت در داخل و خارج درست کردم که همین شرکت ها با دستان خودم شکل گرفته و نه مربوط به دولت و اصل 44 و, و رانت و غیرو نبوده و همه شرکت ها به نحوی به یکدیگر متصلند و از هم کمک میگیرند و اما نکته جالب توجه این نامه استفاده از ادبیاتی است که در واقع در تمامی رسانه های محافظه کاران و لایه های افراتی دولت دولت پیشین و حتی از سوی شخص علی خامنی نیز به دفعات و بکرات به کار می رود عبارت معروف و غیر علمی اقتصاد مقاومتی زنجانی در این نامه پنج صفحه‌ایش به نمایندگان مجلس نوشت که من اقتصاد مقاومتی که شما دو سال است از آن نام میبرید را ده سال است که اجرا میکنم و با این خبر کوتاه وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یکایک که شما خوبان خداحافظی حافظی می‌کنم تا درودی دوباره و شانگاهی دگر بار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود